سلام عرض میکنم، صبح جمعه شما به خیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من در خدمت شما با یک وبینار دیگه که این بار هم موضوع درباره یک سیستم معاملاتی هست و قطعا اسم این سیستم رو باید حتما شنیده باشید و انشاءالله امروز سعی میکنیم که ابعاد مختلف اون رو برای شما باز بکنیم و باز به صورت یک باز کردن یک پنجره برای شما باشه و شما بتونید از این سیستم استفاده خیلی خوبی داشته باشید. توجه بکنید که آموزش هایی که ما توی وبینارهایی که از طرف بروکر اکسنس برای شما تهیه شده خدمت شما ارائه میدیم صرفا راهی است برای اینکه شما بتونید خودتون مسیر رو پیدا بکنید و سیستم های خودتون رو بهینه بکنید و اگر که از این سیستم ها استفاده میکنید قطعا وقت زیادی روی اون بذارید و حساب های دمو و پس از اون به ترتیب با حساب‌های خیلی کوچیک و پس از اون که با تجربه شدیم و مسئولیت خودتون بتونید این سیستم‌ها رو به صورت بهینه استفاده بکنید. خب توی وبینار امروز ما قصد داریم که سیستمی رو معرفی بکنیم خدمت شما جهت آموزش. حالا اسمش رو همون سیستم ویلیام گذاشتیم. یک برداشتی هست از آموزش‌های دکتر ویلیامز و چیزی که امروز خواهید دید راجع به تایم‌فریم‌های کاری و اندیکاتورها، ابزارها و تنظیماتشون و همچنین قوانین سیستم و تلفیق و بکارگیری سیستم روی معاملاتمون و چند تا مثال و قطعا سوال و پرسشی که ما با هم خواهیم داشت. اگر خاطرتون باشه ما در وبینارهای گذشته عرض کردیم که وقتی که یک سیستم میخواد به شما معرفی بشه از هر طریقی شما باید پاسخ این سوال‌های خیلی مهم رو دریافت بکنید از اون سیستم تا متوجه بشید که آیا اون روش معاملاتی میتونه به شما کمک بکنه یا خیر. این که در چه بازارهایی قابل استفاده هست، تایم‌فریم‌های کاری چیست، محصولات جفت ارزهای مورد نظر کدامند، ابزارها و اندیکاتورها و حتی سوال‌های متعدد بعدی که حدوداً 10 تا سوال رو برای اون در نظر گرفت. خب قطعا سیستمی که امروز داریم کار میکنیم و روشی که من خدمت شما معرفی خواهم کرد به همه این سوالها پاسخ خواهد داد که من اون رو روی خود متاترایدر در هنگامی که میخوایم شروع بکنیم به مبحث دونه بدون این سوالات رو پاسخ خواهم داد و مطمئن باشید که از این فیلتر عبور کرده و قطعا سیستمی است که میتونه پاسخ خوب سوالات شما باشه. اما اجازه بدید که روی چارت صحبت بکنیم و شروع بکنیم سیستم رو معرفی بکنیم و نصب بکنیم و توضیح بدیم که چطور میشه سیگنال های خرید و فروش رو از اون استخراج کرد. وقتی که به بخش اندیکاتورها مراجعه میکنیم حتما همیشه، حالا برای دوستانی که باز از خودم که تازه کار هستن بیشتر ممکنه این مسئله مفید باشه و بهتر بتونن از وبینار امروز استفاده بکنن. شما وقتی که به بخش اندیکاتورها در متاتریدر مراجعه میکنید این بخشی رو ما به نام بیل ویلیامز در اون میبینیم که اخیرا در همه نرم افزارهای تحلیلی و معاملاتی دنیا این بخش گذاشته شده و یا این اندیکاتورهایی که امروز میخوایم معرفی بکنیم در اکثر نرم افزارها موجود هست. علتش هم این هستش که آقای ویلیامز که تا جایی که من میدونم هنوز هم زنده هستن و خب یک شرکت و یک کمپانی بزرگ دارن در تحلیل و ترید در فارکس و بورس‌های دنیا، ایشون اندیکاتورهای زیادی رو طراحی کردن. از این اندیکاتورها در روش‌هایی که خودشون معرفی کردن استفاده کردن و همینطور چندین کتاب دارن که سیستم‌های معاملاتی و نظرات خودشون رو در اون منتشر کردن. پس ما از بخش بیل ویلیامز امروز استفاده خواهیم کرد و اندیکاتورهایی که در اون قرار گرفته رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد. اولین اندیکاتوری که امروز با اون آشنا میشیم، در بخش اول اندیکاتورها رو معرفی میکنیم و پس از اون لازم هستش که ما تلفیق کنیم سیستم رو پیاده سازیم.
شما رو کلیک میکنید بخش تنظیمی دارید که بخش آخر خیلی لازم نیست، بخش دوم و آخر و فقط شاید تنظیمات رای که در اون مد نظر باشه، به خاطر اینکه این اندیکاتورها اندیکاتورهایی هستند که به صورت پیش‌فرض و دیفالت باید استفاده بشن و ما هیچ تغییر تنظیماتی در اون مشاهده نمی‌کنیم، هم از پویول یا شیفت یا اون باکس های معروفی که در اندیکاتورهای دیگه وجود داره اینجا چیزی از اون مشاهده نمی‌کنیم و می‌بینید که همه چیز به صورت پیش‌فرض هست و فقط شما می‌تونید رنگ‌ها رو تغییر بدید. اندیکاتور رو نصب کنید و بر اساس ویوی که دارید میتونید اندازه میله های اون رو برای خودتون تنظیم بکنید. خب چیزی که ما در اینجا مشاهده میکنیم اینه که اندیکاتوری داریم شاید شبیه به مکدی است، اتفاقا از خانواده مکدی هستش این اندیکاتور و دارای دو رنگ سبز و قرمز. حالا میتونید شما رنگ‌های دیگه هم استفاده کنید اما رنگ پیش‌فرض هست. این اندیکاتور چطور کار میکنه؟ اجازه بدید با این آشنا بشیم. اندیکاتور مثل مکدی دارای دو فاز مثبت و منفی است. یعنی یه خط صفر داره، تعدادی از میله‌ها بالا نوسان می‌کنن و تعداد دیگه از این میله‌ها در پایین نوسان. اما شما ملاحظه میکنید که چه در فاز مثبت و چه در فاز منفی هم میله های سبز موجود هست و هم میله های قرمز. خب این دلیلش چیه؟ بذارید من از یک جایی رو به عنوان نقطه صفر شروع کنم به توضیح دادن. ببینید هر میله ای که اولا در فاز مثبت باشه و دوما از میله قبل از خودش بلندتر باشه از لحاظ اندازه، قطعا رنگ اون سبز خواهد. مثل این میله، این میله در فاز مثبت قرار گرفته و از میله قبل از خودش بلندتره، پس رنگش سبز میشه. میله بعدی هم دوباره بلندتر هست، سبز 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 تا میرسه به اینجا. این میله در فاز مثبت هست اما اندازه اون از میله قبل از خودش کوتاه‌تر شده، پس قرمز خواهد شد و به ترتیب این میله ها دارن کوتاه‌تر میشن و ناگهان دوباره یک میله که از میله قبل از خودش بلندتر هست سبز میشه و مجددا قرمز. پس فلسفه سبز و قرمز در بالا به این شکل. اما در همین فاز مثبت میله ها ناگهان به ترتیب اونقدر کوتاه میشن به ترتیب که این کوتاه شدگی یا که در واقع دارن منفی میشن، این منفی شدن به فاز منفی هم منتقل میشه. دقیقا در اینجا یک کلاسی صورت میگیره، تقاطعی با خط صفر و میله به صورت منفی در پایین ظاهر میشه. اینجا برعکس میشه، چون در فاز منفی هستیم هر چقدر میله ها بلندتر بشن باز هم قرمز خواهند بود چون دارن منفی تر میشن و از جایی که میله کوتاه بشه از میله قبل از خودش اونجا چون به نوعی میزان منفی بودن اون داره کمتر میشه، با سبز نشون داده میشه. الان اینجا مشاهده میکنید که این میله از میله قبل از خودش کوتاه‌تره و همینطور کوتاه‌تر سبز و باز قرمز سبز و یک جایی اون کوتاه شدگی دوباره اونقدر کوچیک میشه که برای کوتاه‌تر شدن و یا مثبت شدن مجبور هستی به فاز مثبت وارد بشه. پس سه تا قضیه در این اندیکاتور نهفته هست: تغییر رنگ به سبز، تغییر رنگ به قرمز و یک تغییر فاز هست. یعنی شما از فاز منفی به فاز مثبت وارد شید یا از فاز مثبت به فاز منفی، که خب این اندیکاتور با همین رنگ ها و فاز هایی که داره خیلی خوب میتونه به ما کمک بکنه و ما از اینها قطعا استفاده خواهیم کرد. این رو در نظر داشته باشید که این میله ها یا ابزاری که ما در اختیارمون هست از روی رنگ و تغییر فازش ما استفاده خیلی زیادی قرار هست بکنیم و اون اینکه
خود این تغییر فاز به این شکل اتفاق میفته که یعنی بازار قبل از این هم منفی بوده، یعنی زمانی که شما مثلا در اینجا میله های قرمز رو در فاز مثبت دریافت میکنید بازار منفی است، اما این منفی ممکنه صرفا اصلاح باشه چون در فاز مثبت داره اتفاق میفته، اما وقتی که میله ها وارد فاز منفی میشن یعنی این بیش از اندازه منفی شده و ممکنه صرفا اصلاح نباشه و یک روند نزول در پیش باشه و بالعکس هم همین این هستیم و ما میله های مثبت دریافت میکنیم میتونه یک اصلاح در روند نزولی باشه، اما وقتی که این میله ها به فاز مثبت وارد میشن دیگه ممکنه تغییر فاز باشه. حالا در خود روش معاملاتی که ما امروز کار خواهیم کرد استفاده از این اندیکاتور به شیوه خاصی خواهد. پس این اندیکاتور همونطور که ملاحظه میکنید در این گوشه اسمش رو نمایش میده AO و دقیقا عدد مربوط به میله آخر در اینجا نمایش داده میشه همونطور که میده. و عدد هر میله رو هم با نگه داشتن موس روی اون میله شما میتونید در قسمت ولیو بخونید. بنابراین مثبت و منفی بودن این اندیکاتور رو زمانی که میله ها خیلی کوچیک باشن و شاید دیده نشه که چه رنگی دارن از خود عددی است که در کنار ای او نمایش داده میشه. برمیگردیم به باکس ویلیامز. اندیکاتور دوم ای سی هست، یعنی زمانی که شما اون رو دست میکنید به صورت خلاصه ای سی اوسیلاتور نامیده میشه. این اندیکاتور هم مجددا صرفا رنگ هست، تغییر رنگ رو شما میتونید داشته باشید و تنظیمات داخلی یا مربوط به پریود و تنظیمات دیگه مرتبط با اعدادش رو شما دسترسی به اون ندارید و خب میشه تنظیمات پیش فرض. این اندیکاتور هم دقیقا مثل اندیکاتور ای او شامل همون دو تا فاز مثبت و منفی و همینطور میله هایی است که با رنگ سبز و قرمز به همون شیوه دقیقا کار میکنه. این اندیکاتور زیر مجموعه مکدی است و تمام توضیحاتی که در بخش قبل درباره ای او دادیم در مورد ای سی هم صادق هست. این دو تا اندیکاتور تفاوتشون صرفا در سرعتشون هست یا تنظیمات مربوط به پریودشون. به خاطر اینکه اگر یه دقت بفرمایید ببینید که در بعضی از جاها همزمان سبز و قرمز هستن اما در بسیار از جاهای دیگه با هم کاملا متفاوتن. مثلا از اینجا تا اینجا یک فاز منفی رو شما در ای او شاهد هستید، اما از همین جا که عرض شد تا اینجا چند بار تغییر فاز رو در ای سی مشاهده میکنید. پس یک تفاوت ساختاری درشون هست که در روشی که ما از اون استفاده خواهیم کرد کاربرد خواهد داشت. پس این اندیکاتور ای سی است، نامش رو در اینجا دارید مشاهده میکنید، باز عدد آخر رو در اینجا مشاهده میکنید و باقی صحبت ها و توضیحات همون طوری است که در بخش ای او عرض کرد. اما همه اینها باید با هم تلفیق بشن تا به سیستمی که میخواهید برسید. پس این سراغ اندیکاتور بعدی. اندیکاتور بعدی الیگیتور هست. الیگیتور هم باز شامل سه تا مووینگ هست که شما میتونید اون رو با سه رنگ متفاوت مشخص بکنید. بخش پارامترهای اون رو آزاد گذاشته ولی شما به اون دست نزنید چون باید به صورت پیش‌فرض همین تنظیماتی که خود ویلیام برای اون در نظر گرفته و در متاتریدر موجود هست اعمال بشه. زمانی که شما الیگیتور رو نصب میکنید به این سه تا مووینگ اوریج میرسید با این تنظیمات و رنگ که من راجع به اون توضیح خواهم داد. یکی از اندیکاتورهای پرکاربردی است که شما میتونید از اون در غیر از سیستم ویلیامز هم استفاده کافی رو ببرید. الیگیتور در واقع تمساح هست. اگر بخوام اون رو دربارش توضیح بدیم از روی رفتار و حرکات تمساح طراحی شده.
یانگ اینطور میگه که شما اگر به رفتارهای تمساح دقت بکنید، در اون برکه خودش یا اون مرداب خودش مثلا ساعتها منتظر یک شکار میمونه، یک شکاری رو در خشکی ببینه بدون تحرک باقی میمونه، میشه گفت که خودش رو به خواب میزنه، حاضر هستش که ساعتها انتظار بکشه اما در یک موقعیت مناسب حمله بکنه و بتونه به شکار خودش دسترسی داشته باشه. و پس از اینکه به شکار دسترسی پیدا میکنه، اون وقت زیادی میذاره برای خوردنش و خودش رو سیر میکنه. پس از اینکه سیر شد هم دوباره به جای خودش برمیگرده و ساعتها منتظر میمونه. این رفتارش و حرکاتش مبنای طراحی این اندیکاتور بوده به این شیوه که هر جایی که شما مشاهده میکنید که اندیکاتور، یعنی این سه تا مووینگ اوریج، فاصله خیلی خوبی از هم دارند و شما این فاصله رو دقیقا دارید مشاهده میکنید و واضح هست، جایی هستش که این دفت ارز شما یا بازار شما دارای روند هست. روند همون لحظاتی است که الیگیتور یا تمساح در حال خوردن شکار خودش هست و داره وقت میذاره و اون رو میخوره. و در جاهایی که الیگیتور در هم پیچیدگی داره و فاصله خیلی زیادی از هم ندارن، مثل اینجا، فضایی هستش که در اون الیگیتور خودش رو به خواب زده و منتظر یک فرصت هست و مثلا اینجا این فرصت رو پیدا کرده و آرواره هاش رو باز کرده. ببینید دقیقا این از هم باز شدن مووینگ ها همون شروع باز شدن آرواره های الیگیتور هست برای اینکه بخواد یک روندی شروع بشه و یک خورد و خوراکی رو شروع بکنه که ما از همه اینها استفاده خواهیم کرد. پس رفتار الیگیتور دقیقا شبیه تمساح واقعی است و هر چقدر که این در هم پیچیدگی بیشتر باشه، یعنی الیگیتور خیلی گرسنه تر هست و شاید زمان بیشتری رو برای خوردن که همون یک روند هست ایجاد بشه، و اگر خب کمتر شما در هم پیچیدگی ببینید، شاید هم یک روند راهی رو ما پس از اون شاهد باشیم. در کل روشی از ویلیامز امروز معرفی میشه به شیوه ایست که ما رو وارد روندهایی میکنه، حداقل میان مدت، کوتاه مدت نه، بلند مدت هم نه، اما روندی که ما میتونیم از این شیوه استفاده بکنیم روندهای میان مدت هست. مثلا اگر ما تایم فریم 4 ساعته رو بخوام استفاده بکنیم، میتونیم روندهایی رو داشته باشیم که حداقل شامل 10 کندل باشه. اجازه بدید که اندیکاتورهای بعدی رو هم اضافه بکنیم تا از تلفیق اونها بتونیم به سیستم مون برسیم. اندیکاتور بعدی که ویلیامز طراحی کرده گیتور اوسیلاتور هست. وقتی گیتور رو به چارتتون اضافه میکنید، مشاهده میکنید که دوباره یک اندیکاتور شبیه شاید به AO و AC به چارتتون اضافه شده، در حالی که اینطور نیست. و گیتور کارش چیز دیگه هست اما شامل نوارهای رنگی سبز و قرمز هم هست. گیتور در واقع راهنمای اندیکاتور الیگیتور هست، یعنی ما با نصب این اندیکاتور قصد داریم دیدمون رو نسبت به فضاهایی که الیگیتور آیا خوابیده و یا آیا در حال غذا خوردن هست یا همون بازار روندان و بیروند بهتر بکنیم. چطور میتونه ما کمک بکنه؟ چون خیلی از جاها ممکنه شما این در هم پیچیدگی رو خیلی خوب متوجه نشید یا دارای وضوح کاملی نباشه. شما میتونید همزمان که الیگیتور روی چارتتون هست به گیتور هم نگاه بکنید. اگر میله های گیتور کوتاه‌تر از قبل از خودشون شده باشه، مثلا نگاه کنید اینجا چقدر پهنای میله ها زیاد هست و یک وضعیتی رو ایجاد کرده که کاملا مشخصه بازار دارای رونده. بعد از اون که الیگیتور شروع میکنه به در هم پیچیدگی، شما میبینید که گیتور داره نشون میده که این وضعیت مورد تایید هست و از لحاظ گیتور هم این
اینجا جاییست که احتمالا الیگیتور خوابیده و دارای در هم پیچیدگی هست. پس شما با استفاده از این اندیکاتور میتونید به عنوان راهنما تایید کنید وضعیت روندار بودن یا بدون روند بودن الیگیتورتون و همینطور جفت ارزتون. که این هم اندیکاتور خوبی است و قطعا میتونه کمک خیلی خوبی به ما داشته باشه. اندیکاتوری که بعدی از این باکس بیل ویلیامز میخوام به چارتمون اضافه بکنیم فرکتال هست که احتمالا با اون آشنایی دارید. اندیکاتور فرکتال باز هیچ تنظیمات خاصی نداره، فقط زمانی که به چارتتون اضافه میکنید شما مشاهده میکنید که روی بعضی از کندل ها یک فلش رو به بالا و برخی از اونها فلش رو به پایین نصب میشه، که خب فلسفه اون همین هستش که آقای ویلیامز برای پیدا کردن قله ها و دره ها که متفاوت باشن با های و لو های دیگه در چارت شما یک فرمول رو در نظر گرفته که از هر 5 تا کندل اونی که بالاتر باشه رو بلاک قرار میده و از هر 5 تا کندل باز اونی که لو پایین تری داشته باشه رو بلاک قرار میده. و خب حالا فرمولش خیلی از نظر ما نیست و میاد تعدادی از کندل ها رو به عنوان فرکتال یا مهمتر از بقیه در نظر میگیره، که در این سیستم مخصوصا و خیلی از سیستم های دیگه فرکتال ها استفاده میشن و ما اینجا در سیستم خود ویلیام قطعا از اون استفاده خواهیم. در باکسی که از بیل ویلیامز داریم اندیکاتور دیگه هم هست که خیلی در روشی که ما امروز استفاده می‌کنیم کاربردی نخواهد داشت، اما یک اندیکاتور دیگه که ویلیامز استفاده می‌کنه مووینگ اوریج هست که چون در بخش دیگه وجود داره دیگه در بخش ویلیامز اضافه نشده. ما مووینگ اوریج 3 رو می‌خوام استفاده بکنیم به صورت سیمپل و اپلای تو کلوز، رنگش رو هم مشکی میذاریم که متفاوت باشه با اونها و خب این رو هم به چارت اضافه کردیم. تا اینجا ما ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای روشی که میخوام معرفی بکنیم رو خدمت شما ارائه کردیم و روی چارتمون نصب کردیم. خب پس ما میتونیم یک تمپلیت رو بسازیم از این روش به خاطر اینکه دیگه خیلی راحت بتونیم روی چارتمون در جفت ارزهای دیگه زمانی رو برای نصب اینها نخواهیم بذاریم. خب این تمپلیتی که من ساختم به نام ویلیامز در خود متاتریدر همین تمپلیت موجوده، منتها من رنگش رو تغییر دادم و بک‌گراند رو سفید کردم به خاطر اینکه بتونم بهتر کار کنم. پس حالا با یک کلیک من روی جفت ارزهایی که میخوام کار بکنم میام و سیستم ویلیامز رو روی اونها نصب میکنم تا بتونم خیلی راحت بازار رو مانیتور بکنم. اما برگردیم به اون سوالاتی که باید ما به اونها پاسخ میدادیم تا پس از اون وارد جزئیات سیستم بشیم. اول سوال اول این بود که در چه بازارهایی قابل استفاده است. سیستم ویلیامز در همه بازارهای مالی از جمله فارکس قابل استفاده است. یعنی شما در استوک، آتی، آپشن و فارکس میتونید از این سیستم استفاده بکنید، بلخص فارکس که بحث اصلی ما در این دوره ها هست. سوال بعدی این که تایم فریم کاری چیست؟ توصیه من این هست که در فارکس از این سیستم در تایم فریم 4 ساعته استفاده بکنید به بالا، یعنی روزانه هم اگر مد نظرتون باشه و 4 ساعته. این سیستم در تایم فریم های پایین تر از 4 ساعته خیلی خوب عمل نمی کنه و برای اینکه بخواید خوب عمل بکنه باید یکی دو تا نکته رو به اون اضافه بکنید که اگر فرصت بشه عرض می کنم. وگرنه در تایم فریم 4 ساعته به همین شیوه که امروز عرض خواهد شد. ابزارها و اندیکاتورهای این روش کدامند که خب کامل توضیح داده شد و الان پیش روی شماست. تمپلیتی که مشاهده میکنید شامل همه ابزارها، اندیکاتورها و تنظیمات مرتبط با اون هستش. و اینکه چه جفت ارزهایی رو ما میتونیم با این روش کار بکنیم، اینکه جفت ارزهای اصلی اون 7-8 اصلی معمولا تست شده با این روش و
پاسخ مناسبی دریافت شده. اما راهکارش این هستش که شما سعی بکنید که خودتون در گذشته هر جفت ارزی به شکلی که در وبینارهای گذشته توضیح دادیم جستجویی بکنید، ببینید روش معاملاتی شما در این جفت ارز در گذشته چطور جواب داده و آیا میتونه بهینه باشه روی این جفت ارز یا اینکه نه شما باید با جفت ارز خاصی کار بکنید. اما من به عنوان کسی که روش رو داره خدمت شما معرفی میکنه عرض میکنم در اغلب جفت ارزها به خوبی عمل میکنه و کمتر جفت ارزی هستش که بخواد هیچ به معاملاتی روی اون پاسخگو نباشه. پس این سوالاتی که مربوط به بخش اول یک سیستم معتبر هست رو من پاسخ دادم و کامل شرح دادیم. اما اگر بخوایم که سوالات بعدی یعنی نحوه خرید و فروش با این سیستم و نقاط حد ضرر و حد سود و اینها رو توضیح بدیم، از شما اجازه میخوام که اون رو به بخش دوم منتقل بکنم. و اگر تا اینجا دوستان دقت بکنن که تا این نیم ساعت اول که راجبش صحبت کردیم نصف اندیکاتورها تنظیماتشون صحبتهای اولیه، اگر که سوالی دارن میتونن اگر که میخوان سوالشون صوتی باشه روی علامت دست کلیک بکنن که من دوستان رو فعال بکنم برای اینکه سوالشون رو بپرسن به صورت صوتی، و اگر که میخوان به صورت تکست بپرسن که از بخش کوئسشن اقدام بکنم من سوالاتشون رو میبینم و میتونم خدمتشون جواب بدم. خب من یکی دو دقیقه منتظر میمونم اگر که تا اینجا دوستان سوالی دارن، البته بعید هست که سوالی ایجاد بشه. من باز یه توضیح اضافه بکنم که روش ویلیامز هست. حالا ما با تجربه خودمون سعی کردیم اون رو یه مقدار بهینه ترش بکنیم و کاربردی ترینش رو خدمت شما معرفی بکنیم. ویلیامز چند تا سیستم معاملاتی معرفی کرده که در بخش دوم عرض میشه که بخشی از اون نیاز به داشتن اطلاعاتی است از قبیل روش الیوت و اطلاعات خوب خیلی بیشتری که یک فرد تازه کار بخواد داشته باشه. به خاطر همین یک روشی رو انتخاب کردیم از روش‌های ویلیامز که به قول معروف ساده‌تر هست برای کسایی که بخوان به عنوان افراد تازه کار از اون استفاده بکنن و میتونن اون رو اجرا بکنن، میتونن بازار رو مانیتور بکنن توسط اون. وقت زیادی هم نمی‌طلبه. حقیقتش این روش همونطور که میبینید یک تمپلیت ساده میشه ازش ساخت و روی 10 تا 15 تا جفت ارز اون رو نصب کرد و خیلی راحت شما الان در بخش دوم میبینید که هر روز مراجعه میکنید هر 4 ساعت به چارتتون با یه نگاه متوجه میشید که آیا سیستم شما سیگنالی صادر کرده یا خیر. یعنی زمان خیلی زیادی از شما نمیگیره و خود شما در روی تبلتتون و یا روی گوشیتون هم این سیستم قابل نصبه. یعنی این اندیکاتورها خوشبختانه در ورژن های تبلت و گوشی هم وجود داره و شما این روش رو در روی گوشیتون حتی میتونید هر جایی که هستید مانیتور بکنید و اگر سیگنالی دیدید از اون استفاده بکنید. اگر دوستان پرسیدن که آیا با متاتریدر 4 هم سازگاری داره و پلتفرم موجود با روش شما مطابق هست؟ بله، اصلا متاتریدری که الان پیش روی شماست و امروز من روی اون دارم کار میکنم 4 هست و هیچ فرقی با 5 نداره و در بخش ویلیامزش در قسمت اندیکاتورها همین اندیکاتورها موجود هست و یا حتی خیلی از نرم افزارهای دیگه که شما برای تحلیل استفاده میکنید اندیکاتورهای ویلیامز در اون موجوده. پس جای نگرانی نیست و اندیکاتورهایی که میبینید برای همه شما به رایگان قابل دسترسی. خب اجازه میخوام که به بخش دوم منتقل بشیم و پس از اون فرصت کافی رو برای دوستان بذارید که بتونن سوالاتشون رو بپرسن. اما ما قرار هست که همه این اندیکاتورها ابزارهای کنار هم داشته باشیم و پس از اون بازار رو و جفت ارزمون رو تحلیل بکنیم و نقاط ترید رو پیدا بکنیم. گام به گام اگر بخوام یک چکلیستی رو برای شما ترسیم بکنیم به این شیوه میشه. اولین نکته که ما باید بهش دقت بکنیم وضعیت الیگیتور و گیتور هست. یعنی جفت ارز ما
باید در شرایطی باشه که الیگیتور و گیتور شرایطی رو نشون بدن که بازار دارای روند نیست. یعنی ما متوجه باشیم که تمساح به نوعی در حالی است که میخواد یک شکاری رو تعقیب بکنه و مدتی است که خودش رو به خواب داره. مثلا اینجا دقت بکنید، این فضایی که من پشت سر هم نشون میدم، شما در هر پیچیدگی الیگیتور رو شاهد هست. همونجا مراجعه میکنیم به گیتور، میبینیم که بله گیتور هم پس از اینکه یک وضعیت دارای پهنای زیادی بود رو خودش رو به یک پهنای کوچکتر میرسونه و دوارهای اون کوتاه‌تر میشه. پس این دوتا اون وضعیتی که مد نظر ما هست رو تعیین میکنه. یا برمیگردیم عقب‌تر می‌بینید که اینجا مدت‌ها در هم پیچیدگی داریم و خب البته اندازه این پیچش هم مد نظر هست، به این صورت که نباید این رفت و برگشت‌ها به شیوه‌ای باشه که شما وسط اون دارای روندهای کوتاه مدت باشه، که این رو هم عرض خواهیم کرد. پس اولین چیزی که ما باید مشاهده بکنیم در یک جفت است تا بخوایم بقیه شرایط رو بسنجیم، وضعیت بدون روند بودن اون جفت ارز است. اگر که جفت ارزمون در شرایط فعلی داره یک روند خیلی کوتاهی باشه و یا در یک روند بلندی قرار گرفته باشه، باید از اون عبور بکنیم و بریم سراغ جفت ارز بعد. مثلا الان در یورو یو اس دی مدتی است در هم پیچیدگی در طول 4 ساعته داریم، اما فضاهایی هم داریم که الیگیتور ما کامل از هم جدا شده و این جدا شدگی کامل به وضوح داره دیده میشه و پهنای طور ما هم نشون میده که یک روند کوتاه مدت ایجاد شده. حالا اگر به دخترهای دیگه مراجعه بکنیم میبینید که خیلی راحت میشه این قضیه رو سنجید. اما مثلا در پوندیوستی 4 ساعته همین الان ببینید که میده های دیتور چقدر کوتاه شده، یعنی شرایط داره در پوندیوستی شرطی یک داره برقرار میشه، الیگیتور هم روی هم خوابیده و انگار که تازه بخشی از غذایی که میخواسته رو خورده و منتظر هست که، ولی اینجا نه، اینجا دوباره در یوستی سکچ اف شما میبینید که یک روند مدتی رو داشته. یا در یوستی ین پهنای گیتور رو مشاهده کنید که نشون میده و خودمون هم داره میبینیم که یک روند سعودی کامل وجود داره و ممکنه حالا تموم شه یا ادامه پیدا بکنه و اصلا الیگیتور در وضعیت خوابیده نیست. در یو اس دی کات هم ما در اواسط روند هستیم، خیلی راحت این قضیه قابل مشاهده است. در ان زد دی یو اس دی دوباره یک روند نزولی داریم، در آی دی یو اس دی باز ما این روند رو داریم می‌بینیم. در یورو پوند ولی ببینید که مدتی است که الیگیتور در هم پیچیدگی داره و گیتور داره نشون میده که بازار روند خاصی رو نداره. یورو سی اچ اف باز داره نزدیک میشه به یک وضعیت بدون روند. یورو ین اما روند داشته و حالا شاید نزدیک بشه به یک وضعیت بدون روند. پس روند و بدون روند بودن بازار رو ما میتونیم با این سیستم چک بکنیم. خب اگر شرط شماره یک برقرار شد، یعنی بازار بدون روند بود، مدتی حداقل 10 تا 15 تا میله باید اینطور باشه. یعنی الان یورو ین تازه شروع کرده مثلا یکی دو تا میله کوتاه زده، خب این خیلی قبول نیست. اما مثلا یورو پوند رو ببینید، چیزی بلاش 10 تا 12 تا 15 تا کندل اخیر داره نشون میده که شرط شماره یک برقراره. پس تعداد این میله ها هم میتونه مهم باشه. اگر که این شرط برقرار بود، ما به دنبال یکی دو شرط اصلی میریم که سیگنال ما رو صادر میکنه. شرط چی هست؟ ما باید در جفت ارزمون مشاهده بکنیم که وضعیت ای او و ای سی به چه شکلی است. یعنی حالا فرض میکنیم ما شرایطی که مشاهده میکنیم شرایط مربوط به وضعیت خرید هست. خب همزمان در ای او و ای سی باید سیگنال های سبز صادر بشه، یعنی پس از اینکه شما، حالا من این رو هم یه مقدار پررنگ‌ترش کنم، پس از اینکه شما
شما دارید مشاهده میکنید که وضعیت شما در بازار بدون لرز بود و این رو اثبات کردید، باید مراجعه کنید به ای او و ای سی، به میله های ای او و ای سی باید دقت بکنید که آیا این وضعیت کندل ها در حالت رنج قرار هست به سمت بای حرکت بکنه یا به سمت سل. اگر میله های پشت سر هم در ای او سبز باشه و پس از اون یا زودتر از اون میله های ای سی هم سبز بشه، ما یواش یواش به وضعیت بای دقت میکنیم، ولی اگر که میله ها بخواد قرمز باشه خب به وضعیت سل. اما که این سیگنال صادر میشه، بذارید مثلا به اینجا مراجعه بکنیم. ببینید اینجا ما یه در 12 کندل داشتیم که پس از یک روند بازار داره در هم پیچیدگی شد. پس از این در هم پیچیدگی دیتور هم اون رو در 7-8 کندل داره نشون میده. نگاه کردیم دیدیم ای او به ترتیب میله هاش قرمز داره میشه و حتی داره حرکت میکنه به سمت منفی. از یه جایی هم AC هم به اون اضافه شد، یعنی AC چون خیلی سرعتش زیاد هست سریع سبز و قرمز میشه، اما از اینجا خودش رو همراه کرده با AO و میله های قرمز بالایی رو داره تاییدش میکنه و اتفاقا در فاز منفی هم هست. در جایی که AO یک میله قرمز رو به سمت پایین میزنه، یعنی در فاز منفی وارد میشه، و در همون هنگام AC هم قرمز بودن خودش رو حفظ میکنه، این وضعیت وضعیت خیلی خوبی است. یا در هنگامی که سبز باشه، مثلا اینجا شما میبینید که AO از فاز منفی شروع میکنه به سبز شدن، همزمان با اون چند بار تغییر رنگ رو در AC داریم، اما از اینجا AC همراه با AO میشه و میله های سبز بالایی رو تایید میکنه و اتفاقا در فاز مثبت هم هست. دقیقا در اینجا میله های ای او از فاز منفی ناگهان به فاز مثبت وارد میشه و اونجا ای سی هم همچنان سبز هست و تایید میکنه. این وضعیت وضعیتی است که بر نظر ماست. یا زمانی که میله های ای او سبز هست، ای سی هم سبز هست، اما تغییر فاز نداریم و اصلا قبل از اون شما در فاز مثبت قرار دارید و منتها میله ها قرمز بوده ولی ناگهان سبز میشه. یا زمانی که در فاز منفی هستید مثل اینجا، میله ها سبز بوده ناگهان قرمز میشه. پس تغییر ناگهانی رنگ در یک فاز ملاک یکی از سیگنال های ماست و همینطور تغییر فاز همزمان با یک رنگ مثل اینجا، یعنی از قرمز تغییر فاز به منفی و سبز تغییر فاز به مثبت، در صورتی که ای او و ای سی همزمان رنگشون سبز یا قرمز باشه، هم یکی از شروط ماست برای سیگنالی که قرار هست صادر بشه. و نکته نهایی این که لازم هست قبل از سبز بودن همزمان یا قرمز بودن همزمان این دوتا اندیکاتور، یا بعد از اون یا همزمان با اون، یعنی این اتفاق نهایتاً باید در یکی دو کندل پشت سر هم بیفته، ما باید این اندیکاتور مومیتی که تنظیماتش رو اگر یادتون باشه سه ساده بود، سه سیمپل بود، باید بتونه الیگیتور رو به سمت بالا کلاس بده. مثل اینجا شما مشاهده میکنید که این سه اومده الیگیتور رو به سمت بالا کلاس کرده، همزمان با این کلاس شما مشاهده میکنید که ای او سبز هست، ایسی هم بعد از اون سبز میشه. بعد از اینکه کراس تایید میشه شما میبینید که این سبز بودن حفظ میشه. و چه زمانی سیگنال نهایی صادر میشه؟ زمانی که ای او کراس صفر خودش رو به سمت بالا داره با میله سبز، به شرط اینکه باز هم شرط و شروط ها برقرار باشه، یعنی همچنان هر دوتا سبز باشن و اون کراس هم تایید شده باشه. این در واقع در کنار هم قرار گرفتن شروط باعث صدور سیگنال خرید یا فروش در روش ویلیامز میشه. این پس میشه نحوه پیدا کردن سیگنال، و یا اگر که سیگنالی که میخوام دریافت بکنیم سل هست،
قطعا کراس رو به پایین باید اتفاق بیفته در در الیگیتور موینگ اوریج مثل اینجا الیگیتور رو به سمت پایین کراس میکنه، همزمان با اون شما میله های قرمز ای او و ای سی رو داشته باشید و نهایتا ای او یک میله به سمت پایین در فاز منفی ایجاد بکنه که خب این سیگنال سل رو صادر میکنه. اما اگر این شروطی که من خدمت شما عرض کردم رو شما دنبال بکنید، تعداد خیلی زیادی سیگنال میبینید در چارتتون که خب برخی هاش رو دنبال میکنید میبینید فیل شده، برخی ها رو دنبال میکنید مثلا میبینید که خب پاسخ مناسبی داده. اما شرط اصلی این هستش که یادتون نره سیگنال شما زمانی صادر میشه که الیگیتور و گیتور اون شرط کوتاه بودن و در هم پیچیدگی رو داشته باشن. یعنی بسیاری از دوستانی که با روش ویلیام آشنا هستن و کار میکنن اشتباهشون اینه که میان و الیگیتور و گیتور رو اون مسئله رو در نظر نمیگیرن و هر جایی که کراسی اتفاق میفته و این دوتا سبز یا قرمز هستن بر اساس اون ترید میکنن. خب یه چند موردی جواب میده اما در بسیاری از جاها زیانهای شدیدی رو به شخص وارد میکنه. پس من توصیه میکنم که صرفا در بازار روندار از این سیستم استفاده بکنید که نحوه پیدا کردن روند رو هم توضیح دادیم. اما شرط ورود به معامله حد زیان به حد سود چی هست؟ زمانی که شما وارد معامله میشید و سیگنال رو دریافت میکنید میخواید وارد معامله بشید، فرض میکنید که شما به سیگنال سل رسیدید در اینجا و ملاک ورود شما این فرکتال ها خواهند بود. فرکتال ها خب یه سری قله ها و دره های مینور هستن که میتونن شکسته شدنشون میتونه در ما نقطه ورود هم باشه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید اولین فرکتال هم جهت با جهت سیگنالی که پیدا کردیم رو مد نظر خودمون قرار بدیم. مثلا اگر شما به سیگنال سل در بذارید من یک وضعیت رو پیدا بکنم، مثلا در اینجا فرض میکنیم شما همه یه شرایط برقرار هست و به سیگنال بای رسیدید، پس از این کراس، پس از این سبز بودن همزمان و همینطور در نظر گرفتن گیتور، خب شما میگید خب من چه کار باید بکنم، کی باید وارد معامله بشم؟ میگیم که شما زمانی باید وارد معامله بشید در یک همچین شرایطی که من اون رو مشخص میکنم. از اینجا تا اینجا این شرایط برقرار شد حدودا و سیگنال خرید صادر شد. شما در اینجا اگر که بخواید اوردر گذاری بکنید و پوزیشن رو اخذ بکنید باید به فرکتال قبل از خودش هم جهت دقت بکنید. یعنی ما پوزیشن بای میخوام بزنیم، پس فرکتال های صعودی مد نظر ما رو به بالا، اولین فرکتال رو بهش مراجعه کنید ببینید که این هست. شرطش اینه که نباید های این کندل پایین تر از قیمت کنونی باشه که ما میخوایم پوزیشن بگیریم. پس ببینیم حسنا کنیم ما در این کندل احتمالا به بعد میخوایم پوزیشن بگیریم، ولی این فرکتال خیلی خیلی پایین تر از قیمت فعلیست، پس این اصلا حذف میشه. فرکتال قبلی هم همینطور، یعنی اگر بخواید دقت بکنید ببینید که فرکتال قبلی هم پایین تر از قیمت فعلیه کندل است که در اون سیگنال صادر میشه. دوباره نوع کندل قبل مراجعه میکنید تا به یک فرکتالی برسید که حداقل شرط بالاتر بودن رو داشته باشید. ببینید که این فرکتال میتونه به عنوان یک قله برای ورود به معامله در نظر گرفته بشه. اما یکی دو تا شرط هست که باز این قضیه رو فیلتر میکنه. شرط اول این که بدنه این کندلی که داره این سیگنال رو صادر میکنه نباید لابلای الیگیتور گیر افتاده باشه، یا این بدنه نباید با مووینگ قرمز الیگیتور زیاد تاچ و برخورد داشته باشه. که میبینید حتی اگر این فرکتال میتونست مد نظر ما باشه شرط دوم رو نداره، یعنی دقیقا برخورد کرده با وسط الیگیتور و خط قرمزش، یا این هم همینطور. اما این شرط رو هم داره، یعنی علاوه بر این که قیمتش مناسب هست با الیگیتور و خط قرمزش خیلی درگیر نیست و میتونه به عنوان یک قله استفاده بشه. خب ما میتونیم یکی دو پیپ بالاتر از این فرکتال نقطه ورودمون رو به عنوان پوزیشن بای در نظر بگیریم. اما شما همینجا مشاهده میکنید که بعد از اینکه من روش استاپ گذاری رو بگم میبینید که چه ریسک ریوارد بدی رو در این
موقعیتی که الان پیش روی شماست داره میده. خب ما از این معامله صرف نظر میکنیم، یعنی ما به راحتی میبینیم که با استفاده از فرکتال ها با این یکی دو تا شرطی که گفته شد و روش حساب گذاری یا روش ویلیام خیلی راحت میتونیم پوزیشن هایی رو که در اونها ریسک ریوارد مناسب هست رو پیدا بکنیم و بر اساس اونها ترید بکنیم. مثلا اگر اینجا مد نظر ما باشه این فرکتال فرکتال خوبی است برای ورود به معامله، خب ما میتونیم یکی دو پیک بالاتر از اون با استاپ قرار بدیم و خب اگر حد زیان رو هم توضیح بدم میبینید که معامله میتونست معامله خیلی خوبی باشه. بریم سراغ حد زیان. برای حد زیان بذارید همینجا توضیح بدم. برای حد زیان ما به خود الیگیتور ها نگاه میکنیم و پایین ترین موینگ الیگیتور میتونه برای ما حد زیان باشه. یعنی فرض میکنیم شما در این معامله بالای این فرکتال وارد شدید، یعنی با استاپ گذاشتید، سعی کنید در روش ویلیامز از خرید لحظه‌ای استفاده نکنید و با استاپ بذارید یا سل استاپ به خاطر اینکه فرکتال باید شکسته بشه و بعد شما وارد معامله بشید. اینجا رو ما پوزیشن ورود در نظر میگیریم و در همون کندلی که شما وارد میشید بعد مراجعه کنید پایین ترین مووینگ الیگیتورتون چند پیت پایین تر از اون میشه استابلاس شما و خوبیش اینه که با هر یک کندلی که در سود حرکت میکنه پوزیشن شما حد ضررتون رو باید جابجا کنید زیر مووینگ ها اون رو تریلش بکنید و حرکتتون رو ادامه بدید. همینطور حرکت میکنید در زیر مومینگ ها مخصوصا مومینگ آخر. اما زمانی که پوزیشن شما در سود حرکت میکنه و شما 3 تا میله قرمز دریافت میکنید در ای او، باید حواستون باشه که حد زیانتون رو دیگه زیر مومینگ آبی حرکت ندید و اون رو زیر مومینگ قرمز بیارید، بخاطر اینکه 3 تا میله قرمز ممکنه کاملا بازار رو دارای چرخش نشون بده و بخواد بخشی از سود شما رو از بین ببره. پس زمانی که میله های قرمز پشت سر هم دریافت کردید باید حد زیانتون رو یه پله بالاتر بیارید و اگر مجدداً مثل اینجا باز هم میله های قرمز که هم در ای او و هم ای سی تعیین شده دریافت کردید و این بار باید حد زیانتون رو به زیر مووینگ سبز منتقل بکنید، یعنی خیلی به حرکت بازار نزدیکش کنید که در این تقاطع این استاپ شما تاچ میشه اما شما با سود از معامله خارج میشید. این میشه حد زیان شما. حد سود شما میتونه به دو شیوه تعیین بشه. یکی که به همین شیوه ترید کردن شما یه جایی از معامله به خود خارج میشید. این یک. دوم، خروج با سود میتونه به این شکل باشه که کلاس رو به پایین مووینگ اوریج شما با الیگیتور میتونه نشونه خروج شما از اون پوزیشن باشه. و سوم، شما میتونید از پیوت پوینت های روزانه استفاده بکنید و هفتگی که اندیکاتورش هست نصب میکنید و میتونید روی پیوت های هفتگی تنظیم بکنید، پوزیشنتون رو ریسک ریوارد رو در نظر بگیرید و خارج بشید از اون. پس الان اینجا برای شروع حد زیان ما تقریبا اینجا شد، فرکتال ورودتون هم که این شد و میبینید که یک استاپ شاید مثلا هولوشه 40 پیپ داشته باشه و اگر که شما در اینجا هم خارج می شدید حدود 100 پیپ می تونستید از این روند کوتاه مدت یا میان مدت که شکل گرفته سود کسب کنید. خب این تمامی سیستم بود و جزئیاتش. ببینید نقطه ورود عرض شد بر اساس فرکتال هست، شکست شدنش نقطه پیپ بالاتر به علاوه اسپرد در نظر بگیرید، حد زیانتون زیر خود خلیگیتور هست باز هم چند پیپ پایین تر قرار بدید و حد زیانتون رو حرکت بدید بر اساس الیگیتور و هر موقع که میله های قرمز دریافت میکنید در ایدهو مخصوصا یا اگر ای سی هم چند میله پشت هم قرمز دار اون رو تایید میکنه بیاید حد زیانتون رو به زیر میانگین قرمز و اگر باز هم دریافت کردید به زیر میانگین سبز و نهایتا حتما با کلاس برعکس در مووینگ 3 و الیگیتور از بازار خارج بشید، یعنی کلاس نهایتا خروج نهایی این سیستم و دیگه به قرمز یا سبز بودن میله های شما اصلا کاری نداره و حتما باید پس از دریافت کلاس معکوس از پوزیشنتون خارج بشید. تایم فریم هم که پیشنهاد من 4 ساعته بود
همینجا سریع برمیگردیم جفت درسایی که جلومون هست و یه نگاهی بهش میندازیم. ببینید الان اینجا ما یک وضعیت خوابیده رو داشتیم، پس از اون یک سیگنال سلی صادر شد اینجا، ولی برای این وضعیت بایی که اتفاق افتاد از لحاظ ویلیامز خیلی معتبر نبود، چون گیتور اصلا میله هاش کوتاه نبود و الان گیتور دو تا میله کوتاه زده. بعد ببینیم آیا در یوروگن این وضعیت کوتاه شدگی ادامه پیدا میکنه یا خیر. یورو سی اچ اف اینجا یه وضعیت خوابیده ای داشت، یک سیگنال بای رو اینجا صادر کرد، ولی اینجا الان 7-8 تا میله هست که در هم پیچیدگی داره و دنبال بکنیم. پس الان هم اگر مشاهده بکنید کلاس رو به پایین داده و همینطور میله های AC کامل قرمز هست، دو تا میله قرمز AO هم داریم، یعنی شرایط بعدی هم برقراره. اگر که بخوام اوردر گذاری بکنیم باید فرکتال مناسب رو پیدا کنیم. این فرکتال دقیقا برخورد داره با خط قرمز، ولی این فرکتال رو به پایین کامل خودش رو از اون وضعیت جدا کرده. پس ما میتونیم چند پیپ پایین تر از این سل استاپ داشته باشیم بر اساس شروطی که داریم میبینیم، و این سل استاپ اگر که اتفاق بیفته حد زیانش پشت سر میله های الیگیتور خواهد بود، یه چیزی بلاش 40 پیپ شاید میتونه حد زیانش باشه که در تایم 4 ساعته منطقی است. پس این حد زیان و این سیگنال ورودش، و میتونیم بعد با تریل کردن و یا نکاتی که عرض شد اون رو دنبال بکنیم. در یوروپوند فعلا در هم پیچیدگی رو داریم. یه نکته هم که بعد دقت بکنید، گاهی وقتا شما اوردر میذارید با استاپ سل استاپ میذارید، پوزیشنتون هم باز میشه اما بلافاصله بیاد و استاپ میخوره، و چون استاپ ها هستن در واقع ادامه اون در هم پیچیدگیه بوده و سیگنال های کوتاه مدتی صادر میشه اون وسط که یکی دو بار ممکنه فیل بشه، اما همیشه اینطور نیست. یعنی گاهی وقتا ما برای ورود به یک روند ممکنه یک بار استاپ بخوریم اما دفعه دوم درست در بیاد و جهت و حرکت بازار شروع بشه، اما ممکنه خیلی وقتا این اتفاق نیفته. و پس همین سیستم هم مثل خیلی سیستم های دیگه درصد موفقیتش شاید 60-70% مواقع باشه. این کلیت سیستم بود. من در این هفته در گروه تلگرام سعی می کنم که مثال های متعدد رو از این روش ارائه بکنم خدمت شما، برای اینکه با جزئیات و مثال های اون به صورت زنده هم آشنا بشید. دو دقیقه فرصت داریم برای اینکه اگر دوستان سوالی دارند من در خدمتشون باشم و بتونم که اون رو شرح بدم خدمتشون. یکی از دوستان فرمودن که یه بار دیگه نحوه استفاده از فرکتال رو توضیح بدید که فکر می‌کنم تکرار شد این موضوع در انتهای جلسه. یعنی فرکتال ها به صورت اتوماتیک روی چارت شما نصب میشن، شما فرکتالی رو باید در نظر بگیرید که هم جهت با سیگنال شما باشه. یعنی شما الان سیگنال بای پیدا کردید، پس فقط فرکتال های قبلی که جهتش رو به سمت بالاست دقت بکنید، و اولین فرکتالی رو در نظر بگیرید که دو تا شرط داشته باشه. شرط اول این که قیمتش پایین تر نباشه، خب به درد نمیخوره، ما میخوایم با یه استاپ بذاریم، و دومی که این فرکتال روی میله قرمز الیگیتور نباشه. این دو تا شرط حتما باید رعایت بشه. اگر عزیزان سوال صوتی دارن میتونن روی علامت دست کلیک کنن تا من اونها رو فعال کنم، اگر نه سوالاتشون رو میتونن به صورت تکست بفرستن. یکی از دوستان فرمودن که آیا وبینار قابل ضبط کردنه؟ خب دوست عزیز ما هر هفته وبینارها رو ضبط میکنیم خودمون و فیلم اون رو در کانال و گروه ارائه میدیم و در اختیار شما از همه وبینارهای گذشته هم در اختیار همه عزیزان قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. باز توصیه میکنم که به دوستانتون هم اطلاع بدید، این وبینارها رایگان هست، بتونن استفاده بکنن و قطعا برای اونها مفید و موثر خواهد بود. از لطف دوستان هم تشکر میکنم، امیدوارم که وبینار امروز هم براشون مفید باشه. فرق AO و AC چی هست؟ دوستان فرمودن AC
سرعتش از AO بالاتره، یعنی به نوعی AC داره روندهای کوتاه مدت رو نشون میده، AO روند بلند مدت. به خاطر همین در کنار هم قرار دادن این دوتا خیلی میتونه به ما کمک کنه. زمانی که هر دوتاشون سبز باشن خیلی عالیه، نشون میده هم یا مدت هم کوتاه مدت وضعیت رو نیست، و همین که هر دوتاش اگر نزولی باشه هم خیلی خوبه که به نوعی نشون میده که وضعیت نزولی است. به خاطر همین ما از ترکیبشون استفاده میکنیم. دوستانی که آدرس سایت و کانال و گروه و اینها رو میخوان، از همکاران میخواهش در اختیارشون قرار بدن، و اینکه ما برای اکثر وبینارهایی که برگزار کردیم یک جلسه پیشرفته یا به نوعی یک جلسه عملی و پرسش و پاسخ هم به زودی ارائه خواهیم کرد. نگران نباشید. و در بازار سهام ایران هم یک دوستان پرسیده بله به خوبی جواب. این هفته رو در گروه فعال باشید دوستان، پرسش و پاسخ در مورد روش ویلیامز و همینطور مثال های اون رو خواهیم داشت. من از شما اجازه میخوام که وبینار امروز رو در اینجا پایان بدیم و تا هفته دیگه و وبینارهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستان خسته نباشید و خدا نگهدار.